متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. عرض ادب. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز شبکه نسیم و برنامه بگو بخند. خیلی خوش اومدید به این قسمت. در عید نوروز هستیم، مبارک باشه ماه رمضان، همینطور مبارک باشه به شما. هم مهمونای عزیز اینجا داریم، مهمانندگی از شما تماشاگرای گلمون، خدمت شما هم سلام و هم داورای بزرگوار توی این شب سخت برای تصمیم گیری. سلام خانم نظام دوست. سلام، امیدوارم خوب باشین، سال خوبی رو شروع کنیم انشالله. و ما این چند روز فکر میکنم رای گیری های خیلی سخت داریم، امیدوارم که عادلانه باشه و همه راضی باشن. با امید یه اتفاق خوب. متشکرم جناب خمسه هست. ایام می آیند تا به شما مبارک شوند. مبارک شمایید. قربونت برم. نوروزتان مبارک. خیلی ممنون آقای شکیبا. روزه ها را یک به یک خوردی و آبی نیز روش، بعد افطار آب میچسبد ولی کم بنوش. اینو مهدی اخوان سالس گفته برای روزه خورا. وقتتون بخیر، امیدوارم همه سالم باشید و بتونید روزه بگیرید و با خدا صفا کنید. خیلی ممنون. بفهم شعب جان، حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام علیکم، خوشحالم که اینجا. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت همه و مرسی از دوستان عزیز که بازم هستم، منم کنارشونم. امیدوارم یه مسابقه خوشگل بشه. متشکرم، بازم عیدتون مبارک. شب سختیه، شرکت کننده ها آمادن. خواهش میکنم شما با انرژی باشید، به افتخار خودتون. بفرمایید. خیلی مخلصم، امیدوارم که بگو بخند و نگاه کنید. اگر که از تلویزیون میبینید که خیلی افتخار میدید، ولی ما علاوه بر اون در هر جایی که فکرشو بکنید از فضای مجازی هم صفحه داریم. آدرس اونم که الان هم من میگم هم زیر نویس میشه اینه: بگو بخند آندرلاین تیوی. مثلا تو بله یا تلویزیون میتونید تیکه های جدا شده برنامه اون با مزه هاش هم ببینید و همه جا هم برای ما نظر بذارید و صفحه هامون رو دنبال کنید و خیلی لطف میکنید. متشکرم از اینکه با بگو بخند هستید. سلام، رحمانیسانه. اسمتون مجیده؟ مخلصم. از کجا فهمیدین؟ میدونستم از قبل. خیلی ممنون. امشب از کدوم داورا میترسین؟ امشب از داورا نمیترسم، از رقبا میترسم. احسنت. امشب برنده بشین اول با کی زنگ میزنین؟ امشب برنده بشم به خانم زنگ میزنم. به خانمتون زنگ میزنین؟ چرا؟ از ایشون میترسین؟ نه، خوشحالش میکنم. آفرین، بسیار عالیه. به ما بگید که اسم اولی دوست زمان دبستانتون چی بود؟ مجید. اونم مجید؟ اونم مجید. ای بابا، خیلی خوبه که. چرا دستمال قدرت داداش کارکو تو جیب خودش نبود هیچ وقت؟ تو جیب خودش نبود؟ نه دیگه. تو جیب کی بود؟ نمیدونم، از بقیه میگرفت. نمیدونم، از خودش بپرسید. باشه، بگید که به بچه فیل میگن کره فیل یا توله فیل؟ کره فیل؟ چی میگن؟ به هم بچه فیلم میگن؟ باشه، بگید که اصلا بچه میشه؟ هر چی میگونی بچه نیستش که. اون بچه فیلش هم از من و شما بزرگتره. آره، یه ضرب المثل بگین که توش خنده باشه. خنده؟ آره. خنده بر هر درد بی درمان دواست. همه دارن همینو میگن. بابا یه چیزام نمیدونن. شما یه ضرب المثلی بگو که یه خنده دیگه داشته باشه. چرا ما میادمون نیست؟ خنده بر هر درد بی درمان. آب که از سر گذشت چه بخندی چه نخندی. آره. خوبه؟ آره، این میشه مثلا یکیش این رو اصلا حضور ذهنم خنده پای لرزشم باره خره ما از کرگی نمیخندیم. قطعه جمع گردد خنده جمع گردد خنده ها قهقه شود. احسن، خنده خنده جمع گردد خنده ها قهقه. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. خدافظی. سلام، حالت چطوره؟ اسمت چیه؟ محمد. اسم بابات چیه؟ رضا علی. تیکه کلام بابات چیه؟ رحمت خدا رفته یادم. خدا رحمتشون کنه. زنده باشی. امروز از کدوم داور میترسی؟ هیچ کدوم. چرا؟ نظرشون منطقیه. عالیه، مسخره ترین دلیلی که واسه پیچونن دوستت داشتی چی بوده؟ حضور ذهن ندارم. یک کیلو آهن سنگین تره یا یک کیلو پنبه؟ برابره. هندونه خنکه یا هندونه خنکه؟ هندونه خنک یا چای داغ؟ چای داغ. و بگو که کارتون گربه سگ یا باب اسفنجی؟ گربه سگ. با صدای پاتریک پس یه جمله به ما بگو. دیدم کارتونه شد همون. برو مسابقه شرکت کن. خدافظی میکنم. باشه. با
سلام. سلام. اسم چیه؟ سالار حسین جان. امروز از کی میترسی؟ از اون داور؟ فکر میگم شاه عباسی. چرا؟ نمیدونم من جون. کلا میترسی ازش؟ بگو که کلام بابا چیه؟ سکوت کن. سکوت کن. آره. تو غزال مو ببینی یا بغل دستی ملش مروش کنم؟ بغلی ملش مروش کنم میزنمش. سه بار پشت سر هم بگو چی؟ بلش کن. سوال بعدی. قرم سبزی مامان پس یا پیتزا؟ قرم سبزی مامان پس. بتون ها رو قلقلک بدی چی میگن؟ به کی؟ بتون ها رو قلقلک بدی. نتون نتون. به بچه فیل میگن توله فیل یا کره فیل؟ توله فیل. باشه. بگو که... بگو! کدومشو میگم همش تکراری داره میشه. چرا دستمال قدرت دانشگاهی کن توی جیب خودش نبود؟ نمیدونم. باشه پس برو خراب بود. این بری برو. خیلی متشکرم. خانم ها آقایان، در این قسمت یه شاعر برای ما شعر میخونه. ایشون اهل خراسان هستن، تو قسمت قبلی هم خیلی خوب بودن. آماده باشید برای حضور شاعر مشهدی شیمیاگر مشهور به افتخار. سلام. سلام. رحمانیم صانع سفیر شعر و خنده، از مشهدم دلها به شهر بنده بنده. هستم فروتن، می شود این را بپرسید از حافظ و سعدی، دو تا شاگرد بنده. آها، البته اونا شیرازی بودن، ایشون مشهدیان. حالا چجوری شد؟ بوده کلاس من مجازی، تازه بوده باد سبا و هدهد و کلی پرنده. این هم حل شد. استادهای پروازی بودن. بله. هرچند صانع هر رقیبی را حریف است، اظهار کرده که رقیبش هم ضعیف است. لاف آمده باور نکن بیننده جانم، اینجا به چشمش هر کسی اکرم عفیف است. گر خوب هستم یا که نه بد هستم ای دوست، گر می روم بالا و یا رد هستم ای دوست. رحمی بکن امشب به من، اینجا غریبم، من شیر باغ وحش مشهد هستم ای دوست. خب اگه اجازه بدید من یه خاطره منظومی رو خدمتتون بخونم. چند سال پیش قرار بودش با چندتایی از رفقا یک سفر سیاحتی بریم. کجا؟ آنتالیا. رفته بودم تا بگیرم از یه آژانس خوب بلیت، اما شنیدم اوضاع ترکیه هست حسابی خیت. او روزا تو فرودگاشا یک بم ترکونده بودن. خلاصه که نشد بریم کنسرت عینکیه. عیب نداره، وزیر ما گفته خودش اینجا بیه. اما از اونجا که اگه خدا ببنده یک دری، پشت سرش وا میکنه یک در سبز دیگری، دیدم با خوشحالی پرید از روی صندلیش تقی. گفت رسیده تو خبرها یک خبر موثقی. اینجا نوشته هر کسی دختر روسی بگیره، یعنی بره به روسیه اونجا عروسی بگیره، بهش اقامت و حقوق میدن به همراه زنه. از این به بعد هم حسابی نونش دیگه تو روغنه. روغنه. پس منم میام. به جای این که انقدر فکر کجا اوکی کنم، بیان بلیت مسکو رو با هم دیگه اوکی کنیم. جلال نگاه کرد به غلام، غلام نگاه کرد به تقی. هر سه تا زل زدن به مو. یعنی که چی بهتر از این؟ خانم سری تو سیستمت برای 8 فوریه 4 تا بلیت رزرو کن. همه میرن به روسیه. دو هفته بعد 4 تا جوون با 4 تا کیف دیپلمات سوار یک بوئینگ بودن. تیپ زده و با کراوات. یک دو سه ساعتی گذشت تا که به مقصد رسیدیم. خیلی چیزا رو فهمیدیم. آدم متنه تو سفر خیلی چیزا یاد بگیره. از دبیرای جغرافیش خوب میشه ایراد بگیره. اولیشه که فهمیدیم قطب شمال گرم هواش. هر کی که با پالتو بیه مثل ما در میه باباش. اونجا پی سورتمه و سگهای برفی نبشین. اگر میخین جایی برین با شترای استیشن. دومیشه که فهمیدم توی بلاد روسیه مردا دشداشه دارن، زنها چادر با پوشیه. سومیشه که فهمیدم توی یک چیزی شبیه ما. این همه اختلاف ولی توی یکی به ما میان.
تو کوچه ها رو تابلوها هر جا نگات مبری نوشته اغلب عربی جای زبون مادری. افتاده بودم توی تور به جای تور گردشی، خسته و گیج و مات و منگ بین یه عده داعشی. قسمت ما شد اینجوری که زائر حرم بشم. الان همه منتظرم جلال درادش از کما، لیلی با من دوره شهاب بسازه از روما. افتخار خواهد بود. بله، لیلی با من است، فیلم درخشان آقای کمال تبریزی. بله بله. خب یکی از شاگردان من که ذکرش همون اول رفت، آقای سعدی، یه ترجیع بند معروفی دارن: بنشینم و صبر پیشگیرم، دنباله کار خویش گیرم. ایشون میدونید این شعر از رو من کپی کرده؟ الان فهمیدیم دیگه. بله. آره خاله، نسخه اصلیش الان اینجاست، میخوام نسخه اصلی رو بخونم برات. دستگاه کپی هم بوده قرن. بله بله. ای مجری لایق و توانا، ای عاشق پاستیل و ورزش، ای شاعر با سواد و دانا، ای هر سخنی که بر لباری خوشمزه چو توت چون بانانا، ای صاحب سبک صاحب فرم، ای صاحب تیپ و قد رعنا، لحن تو چه خوب و دلنشین است، صوت تو شبیه مرغ مینا. میبخش مرا چو بود تحریم، مینا شده مید این چاینا. ای صاحب موجهای مثبت، امواج تو ساطع و رسانا، بفرست پلیز موج مثبت امشب تو به سمت داورانا. شاید که به من دهند رأی و بالا بروم دوباره جانا، ورنه نشدم اگر موفق، گر سود نکرد این تمنا. گر گشت چراغ بنده قرمز، گفتم اگر آخرش اوفینا، دانی که چه می کنم من آنگه، چون سعدی لاجرم همانا. بنشینم و صبر پیش گیرم، از موی سرم شپیش گیرم. ای دولت طنز تو فخیمه، ای مادر مهربان آبان، ای لطف و کرم به تو زمیمه، آن کس که نگفته هست مشهود، دلبسته بستنی و کیمه. ای آن که نشسته ای کناره، آن کس که خدای پانتومیمه. عزیزم اسم تو چه هست با مسما، یعنی که نعیمه من کریمه. نزدیک فینال هست و اوضاع یه خورده بگینگی وخیمه. یک بار دیگر بکن حمایت محکم از من، نه نصف نیمه. چون شعر میان آیتمها، مانند من و خودت یتیمه. امشب بشوم اگر من اول، امشب بشوم اگر من اول، حتما بدهم تو را ولیمه. یک قابلمه شل قلمکار، دیگی که لبالب از حلیمه. ورنه بشوم اگر که من حسب، هرچند که پوستم زخیمه. بنشینم و گوشه‌ای بگریم، با این که به صورتم گریمه. بنشینم و صبر پیش گیرم، از موی سرم شپیش گیرم. ای آن که زده به قصه پابند، ای قله طنز، ای هنرمند، ای موی سفید طنز ایران، ای خمس نگاه بان لبخند، تو مثل نبات و آب نباتی، همچون عسلی و شهدی و قند. تو خمسه نی، فقط یکی تو، مثل تو نزاد دهر فرزند. ای آن که نشسته ای کنار آن شاعر بی نظیر و دلبند، باید که ز بحر چشم زخمت، من دود کنم همیشه اسپند. لطفی بنما حمایتم کن، ای داور ناز و بی همانند. البته نخواه تا درارم از خیش صدای اسب و گوسفند. قرمز بدهی اگر ببنده، قرمز بدهی اگر ببنده، به جد بزرگ خیش سوگند، من قهر کنم روم از اینجا، یه جای بدی به روم، به تایلند. خدا رو شکر سفید و دارم. یک ساحل خلوتی گزینم، آنگاه خموش و خسته یک چند، بنشینم و صبر پیش گیرم، از موی سرم شپیش گیرم.
ای حافظ و مولوی و نیما، ای شاعر حاذقه شکیبا، ای طنز نویس خوش قریه، ای ماه منیر مجلس ما، من ماه ندیدم سیبیلو، من ماه ندیدم سیبیلو، نی در فلک و نه در اینس تخر. تو ماه نه، دب اکبری تو، ای باد فدات دب صغرا، در پیش تو مهرخان عالم هستند شبیه گودزیلا. در عرصه شعر چون نهنگی، در عرصه شعر چون نهنگی، من چه تون ماهی ماهی کیلکا. ای آن که نشسته ای کنار پر نورترین شهاب دنیا، ای آن که فقط توی در این جمع اسپانسر شاعران تنها، خواهم که شکایتی نویسی از جانب ما به سوی فیشا. فیشا فدراسیون شعر است، مثل فدراسیون فیفا. بله بله. بنویس که بسته دست ما را اوزان و قوافی و هجاها، شهرام بدان اگر که امشب چندم بشوم به دستت اینجا، بنشینم و صبر پیش گیرم، از موی سرم شپیش گیرم. خوب شد ما اول سفیدا رو دادیم. آره. نه تهدیده نه تمجیده، نه هیچ کدوم. شپیش بارون میشد اینجا. بله. ای سلبریتی پرطرفدار، ای گند شهاب سوپرستار، ای اکتور حاذق و زبردست، استاد به هر ادا و اطوار، تو در نوک خط حمله طنز، من کنج زمین خط نگهدار. ماندم که چرا به تو ندادند تا حال سمرغ یا که اسکار، کفش تو چو کفش سیندرلاست، کفش تو چو کفش سیندرلاست، پا فیکس شود در آن چه دشوار، آن کفش که نه که پنت هاوس است، یک مجتمع عظیم و سیار. یک نکته بگویمت شهابا، گر بار دیگر شبیه آن بار، تندیس دهی به دست مختار، یا رأی دهی به نفع سالار، مانند وحید قش کنم من یک بار همین وسط به ناچار. همش واقعی بود، همش واقعی بود. آنگاه خبر دهی به اورژانس، تاریخ شود دوباره تکرار. افسرده شوم، روم به سمت انواع دخانیات و سیگار، آنسان که ز قصه ام بسازی خود در شبکه کلید اسرار. یک گوشه سن نشینم آخر با آن پشه های مردم آزار، بنشینم و صبر پیش گیرم، آن لپ تو را به نیش گیرم. قربونت برم. ممنون ممنون. خب 4-0 و فکر کنم تو این مرحله شاعری که 4-0 داشته تا حالا نداشتیم. خیلی ممنون خانم نظام دوست، واقعا عالی بود، یعنی اصلا خیلی لذت بخش، به خصوص اون سفر روسیه و سوریه اصلا شاهکار بود. من واقعا به خاطر اون سفید دادم و لذت بردم. شما واقعا شاعر خوبی هستید. متشکرم. آقای خمسه، بسیار بسیار لذت بردم. شعر سهل و ممتنع، یعنی در عین پیچیدگی ها و حفظ اوزان و قوافی و نمیدونم ریتم و حس شاعرانه، چقدرم راحت و دلنشین ارتباط برقرار میکرد. من دوست داشتم و رأیم سفید بود. زنده باد. متشکرم. شهاب جان شما اول میفهمید. خواهش میکنم. گفتن یارو گفتن دیگه، حالا بقیه هستم. آره شهرام عزیز عنوان حسن ختام جمع میکنه این بحث رو. مجید جان کار درسته دیگه، من دوست دارم شعر تو، قلم تو، تفکر تو، همقدم هستیم، کفشامون هم سایز همه. آره واقعا. آره. بله بله 47 جفتم. ماشاءالله. آخه شهاب و 47 که ظریف. کلاس پنجم 45 بوده پاش. ماشاءالله. من پام هنوز داره رشد می‌کنه. یعنی کفشایی که گرفتم الان 47 می‌شم تنگه برام. ماشاءالله. بله بله. خب شهرام جان بفهم. چند تا انگشت داره پا؟ اون سوم دارم فکر داره. نه دور از دور. ولی 60ش 95ه.
شست نیست. هم یه دفع شر مقدر کنم، هم توضیح بدم. گاهی گفته میشه آقا خوبه دیگه، میشینین اونجا، شاعرها میان ازتون تعریف میکنن، حال میکنین، همینجوری یه سفیدی هم میدین میرین. ولی بقیه هنرها که نمیتونن این کارو بکنن. من به این بخش که حالا ناخودآگاه خود به خود شده یه جوری مرسوم در بین دوستان شاعر، به چشم مطروحه نگاه میکنم. در قدیم در انجمنهای ادبی معمول بود که مطروحه میدادن یا یک موضوع یا یک مصرع یا یک بیت یا حتی یک غزل، میگفتن اینا کامل برای همه. آره، بعد یه جور مسابقه شعر بود، طبع آزمایی بود، و خب گاهی بینش هم شعرهای خیلی خیلی خوبم در میومد از آب. اینجا من این حالا مدح شعرا، مدح داوران که مرسوم شده رو به عنوان یه مطروحه نگاه میکنم. یه موضوعی دادن، انگار گفتن ببینیم چجوری میگید. آره، نه من از این منظر نگاه میکنم ببینم قوت و قدرت شاعر چقدره در موضوع از پیش تعیین شده. حالا بخشای دیگه‌ش هم که اینطوری. خب کار خوبی بود، نیازی به هیچ لوازم و اضافه کاری و چیزی هم نداشت شعره، خود به خود پیش رفت و خیلی هم عالی. ممنونم ازت. شکی با شعر اول، میگم شعر اول چطور بود؟ چون توضیح ها در مورد شعر دوم داریم. ببین شعر اول رو اگر دوست نداشتم که اصلا وارد موضوع نمی شدم. بذار دوست داری یه توضیح برات بدم. ببین کلیت یه شوخی بود. خب وقتی داری روایت میکنی سخته که شوخی های ریز ریزم داشته باشی، ولی تو این کارو کرده بودی، یعنی هم در مفرداتت شوخی داشتی هم در مجموع کار. خب این کارو قوی تر میکرد دیگه، بیت های طنزآمیز زیادی هم داشت. متشکرم. یه جایی سمرغ داشتی، میتونی مصرع بخونی؟ آره، عمدن گفتم سمرغ، چون سیمرغ که بگیم هم دوچار سکته میشه، هم میشه هم این سمرغ خودش در مقابل سیمرغ یک طنز رو میاره. میتونی ولی بگی سیمرغا؟ بگو سیمرغ بلور. منظورش مرغ سوخاری و مرغ گریل و مرغ آبپز بود فکر کنم. مرغ آبپز بود. میدونی چی میگم؟ آقای رحمانی عزیز، آخراش بود برای آشه ها بود. ماندم که چرا به تو ندادن اینجا سیمرغ بلور و سیمرغ بلور. یا که اسکار. خب اون یه طنز ایجاد میکنه، یعنی سه تا در مقابل سیمرغ میشه اونو درست کرده. ممنونم از شما. بنده باشی میبینیمت. به افتخار. متشکر. بریم سراغ نامه بگو بخند در شب سخت برای شرکت کننده ها و البته داورا. به افتخار خودت. متشکر. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشیم. برای لذت بردن از زندگی هر کسی یه نسخه‌ای به ما میده، خودمونم تجربیاتی داریم، ولی سرراست و سادش اینه که مثلا درست مصرف کردن انرژی یکی از چیزاییه که حتما برای اینکه از زندگی لازم عرض ادب. امیدوارم خوب و خوش باشید. برای لذت بردن از زندگی هر کسی یه نسخه‌ای میپیچه، خودمونم یه فکرایی داریم، اما یکی از ساده ها و سرراستاش اینه که برای لذت بردن از زندگی باید قشنگ و درست و بهینه مصرف کنیم انرژی رو. مثلا قبضمون کمتر بیاد، این کمترین چیزشه، و اینکه همه بتونیم همیشه و مداوم استفاده کنیم، قحطی و قطعی و این چیزا نداشته باشیم. من خواهش میکنم هممون و همه کسایی که میشناسیم رو به این سمت و سو ببریم، ذهنیتمونو و تفکرمونو همینطور عملمونو، که با مصرف بهینه زندگی لذت بخشتری به خودمون بدیم. فقط از فکر کنید که درست مصرف نکردن چه اتفاقایی میتونه رقم بزنه، همین اتفاقات ساده ها که لذت زندگی رو از بین ببره. فکر کنید. عیده نوروز مبارک. خیلی ممنون. خب شب همه بخیر.
متشکرم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید از این به بعد و تا حالا هم بهتون خوش گذشته باشه. استنداپ کمدین میاد برامون اجرا میکنه با موهای فرفری، یا آقای هنرمند و بامزه. امیدوارم امشب هم همینطور باشه. میگه خانواده‌اش دختر دوست بودن، دلشون میخواسته دختر بشه ولی خب پسر شده و قسمت این بوده. سالار حسین نژاد که تا یه مدتی پدر مادر سارا صداش میکردن، حالا نمیدونم بعدن دختر دار شدن یا نه، ولی محض احتیاط فعلا برای دل مادر و پدرش سارا رو تشویق کنید بیاد. خواهش میکنم. خانواده پدری من خیلی دختر دوست بودن و تنها دلیلش این بود که در خانواده پدری من فقدان دختر بود، یعنی به ازای هر 30 تا پسری که زندگی میکرد یه دونه دختر زندگی میکرد. 60 تا پسر 2 تا دختر، 180 تا پسر 3 تا دختر. بابا بزرگم به خاطر اینکه این مشکل رو حل کنه یک جلسه هماندیشی گذاشت با همه بچه‌هاش، می‌خواست مشکل دختردار شدن رو حل کنه. بابام تو این جلسه جوگیر شد، بلند شد گفت آقا این مشکل رو بسپارید به من حلش می‌کنم. اما گفت مجید جان تو نمیتونی، از دست تو خارج این قضیه. بابام گفت بابا یه بارم به ما جوونا اعتماد کنید دیگه، بذارید من حلش کنم، من تحت‌قاری خونم. اما گفت مجید جان این قضیه برای تو غیر ممکنه. بابام قاطی کرد گفت اینجا تنها چیزی که غیر ممکنه فقط غیر ممکنه. که بابا بزرگم گفت آقا نیچه باشه ولی قبلش باید ازدواج کنی. بعد شنیدین میگن عقد دخترمو و پسرمو رو آسمان رو نوشتن؟ تو خانواده ما هم همین بود، بابام رفت با دختر همسایه ما ازدواج کرد. بعد یه مدت زندگی عادی داشتن، با هم دیگه طی میکردن و یک جمله رو مامانم خیلی معتقد بود و میگفت همه خانم‌ها بهش اعتقاد دارن. میخوام بدونم خانم‌های جمع هم اعتقاد دارن؟ مامان من معتقده که آقایون به جزئیات توجه نمی‌کنن. درسته؟ بله. مامان من بعد چند وقت اومد پیش بابام گفت مجید چه چیزی تو من تغییر کرده؟ بابام گفت همسر عزیزم چه موهات قشنگ شده. بابام گفت مجید من از مامان گفت مجید من از سوم دبستان موهامو دست نزدم هنوز. بابام گفت نه شوخی کردم ولی ناخونات خیلی خوشگل شده. مامانم گفت مجید من اصلا ناخونا پشت کمرمه. بابام گفت میشه یه راهنمایی کنی به؟ گفت مجید. بابام گفت میگم شلوار چقدر تو پات خوب ایستاده. مامانم گفت مجید اصلا زیر شلواری خودت من وا کردم بابا، شکم منم ببین دیگه بار دارم. بابا گفت وای الان چیکار کنیم؟ مامانم گفت میریم پیش کوکب خانم، یک پیرزن مسن 90 ساله تو محل ما. این به اهل محل مشاوره میداد چی بخورن دختردار بشن، چی بخورن پسردار بشن. رفتن اونجا بابام گفت کوکب خانم ما میخوایم دختردار بشیم، بنظر چی بخوریم؟ کوکب خانم گفت پیش خوب کسی اومد اینجا عرق کاسنی. بابام گفت عرق کاسنی چی؟ عرق کاسنی بخوریم یا نخوریم؟ کوکب خانم یه دقیقه بلند شد تایم استنداپ بچه داره میره اینو مشخص کن برای ما. کوکب خانم یهو برگشت گفت عرق کاسنی. بابام گفت خب به جای عرق کاسنی میگفتی بخور یا نخور دیگه، چرا تمام انرژی تو صرف عرق کاسنی میکنی؟ کوکب خانم یه دقیقه بلند شو. کوکب خانم بلند شد گفت عرق کاسنی. بابا گفت ول کن بابا چرا سه بار میگی؟ کوکب خانم گفت قانون استنداپ بعد سه بار میگفتم. خانواده من نفهمیدن بعد عرق کاسنی بخورن یا نخورن، زوج و فرد کردن. روز زوج میخوردن، فرد نمیخوردن، جمعه با آب قاطی میکردن میخوردن. بعد چند وقت بابام به مامانم گفت که زری جان بریم سونوگرافی. روزی که اینا رفتن سونوگرافی من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، دکتر حالش خوب نبود. بابام گفت مشکل چیه خانم دکتر؟ گفت این بچه به نظرم دختره. بابام تعریف میکنه میگه از اون روز روزای خوش خانه ما شروع شد. از شهرستان برای ما طلا میفرستادن، زنمون منو برای پسرمو کوچیکم خواستگاری کرده بود. بابا میگه انقدر برای ما گوسفند فرستاده بودن خونمون شده بود شبیه آغول.
میرفتی دستشویی در میزدی، یکی از داخل میگه ب کنترل میگرفتی کانال عوضگاهی، یکی میگم نه. به هر حال روزا گذشت، روز موعود فرا رسید. دکتر با توجه به سونوگرافی قرار بود یک دختر به دنیا بیاره که من به دنیا آمدم. دکتر گفت خاک تو سرم شد. جواب بابا اینه کی بده الان؟ جلسه شورا هم آقای خمسه بکوب روش قشنگ دیگه. جلسه شورای هماندیشی توی اتاق عمل تشکیل دادن. دکتر گفت خودم میبرم. عرق سرد روی پیشانی دکتر نشسته بود. آرام منو داد به بابام، گفت مبارکه. بابام گفت ما رو مسخره کردین، 3 ساعت و نیم ما پشت در اتاق عمل گوله کانوا به ما تحویل میدین. یهو دکتر گفت پسرتونه. بابام گفت پسرمونه؟ جدی میفرمایی؟ پس ما جواب سونوگرافی را کجا آوردیم مرجان؟ و از اون پس روزای تلخ من شروع شد. حداقل همه شما بزرگواران یک بار شنیدید به بچه‌های دهه 60 و دهه 70 میگن نسل آفرین. اصلا ما نسبت به بچه‌های حال حاضر شوخ بودیم. بعد من خودم دیگه نسل سوخته نبودم، چون بعد من خواهرم به دنیا آمد. من رسما جزغاله شده بودم دیگه. همه چیزای خوب مال خواهرم بود. آخه جدی آیا واسه من فوبیا استخ داشتم. بابام هفته دو بار منو میبرد استخ. یه روز 10 سالم بود، من خودم با گوشای خودم شنیدم روش کرد تو خانه، گفت خانم اینو میبرم استخ، یا از ترس سکته میکنه یا تو آب خفش میکنم. منو برد استخ، گفت پسرم این نیم متریه، این 1 متریه، قد چند بود بابا جان؟ گفتم 1.20. گفت بیا این 3 متریه. من رفتم پایین، اومدم بالا، دیدم بابام جلو غریق نشده وایسا میگه خدا شاد نمیذارم نجاتش بده. غریق نشده گفتن چرا؟ گفت میخوام رو پا خودش وایسه. من که اومده بودم بالا گفتم بابا جان من که 1.20 بودم رو پام وایسادم، ولی 1.80 آب بالا سر من بودا. یادم یک بار خواهرم تو خونه برگشت گفت بابایی من موز میخوام. ما تو خانواده 4 نفره بودیم، بابام رفت 3 تا موز خرید. گفتم خب منم موز میخوام. بابام پوستش داد به من. گفتم خب پوستشه؟ گفت خاصیتش تو پوستشه. گفتم مگه سیب داری به من میدی؟ گفت گشنه، بیا خیاره کرد تو پوست موز، نمک داد گفت بخور ولی کاله. اما اوج داستان اونجایی برای من رقم خورد که من و بابام و خواهرم داشتیم بیرون قدم میزدیم. آقای خمسه یه سری اسباب بازی ها جلو یه سری مغازه بود، سکه مینداختن توش، سوار میشده میگفت دیری 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 دی. یه خواهرم گفت بابایی من خر میخوام. بابام گفت دخترم میریم خانه میذارم 24 خر سواری کنی. گفتم بابا جان مگه ما خر داریم؟ گفت خر نداریم، تو رو که داریم. رفتیم خونه، به من گفت 4 دست پا شد. من اینجوری شدم، خواهرم گذاشت رو من، گفت تکان بخور. خواهرم یا بالا برگشت گفت بابا این که آهنگ نداره. بابام یه سکه گرفت کرد تو دهن من، گفت آهنگ بزن بچه آهنگ میخواد. من دیری 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 دی. با همه تفاصیل من معتقدم که خانواده مهمترین چیزی که میتونه به آدم بده، خداوند به آدم بده. و من قرار از یک سری آدم که تعدادش به انگشتای یک دستم نمیرسه تشکر کنم که تا اینجا بگو بخند همراه من بودن. خیلی تعدادشون کم، اگه اجازه بدی من بخونم براتون. خیلی ممنون. سه تا سفید و شهاب هم هنوز داره فکر میکنه. برو 4 تا سفید. سالار ببین، از اول شروع این برنامه من دارم سینه چاک میدم که آقا متن و ببین یک متن خوب چی کار میتونه باهات بکنه. شوخی های درست، با اینکه خب من بعضی هاشون رو شنیده بودم ولی درست استفاده کرده بودی. ریتم تو رو 2 برابر کرد، یعنی
از اولش که من دارم میگم مت واقعا نه پدرکشتگی با کسی داریم، بله بله، نه اینکه غرض و اینایی داریم، واقعا استنداپه و متنش دیگه. ببین الان آخه لعنتی الان باید متن خوب بدی؟ الان چجوری ما بر رأی گیری کنیم؟ ما الان باید چی کار بکنیم واقعا؟ آره خیلی سخت، خیلی شرایط سخت شده. از اول بگو بخند گفتم به گونه اجرا کنید که ما باورتون کنیم، بله، که این اتفاق برای شما افتاده. اصلا بله، به ندرت این، من اصلا نمیگم متر، شاید اصلا متری وجود نداشته باشه، دقیقاً اجراتون باید باورپذیر باشه که این اتفاقا برای شما افتاده. دقیقاً، متشکرم. و این اتفاق امشب افتاد. بله، براو، زنده باد نتیجه سفید از آقای خمسه. خانم بفرمایید. عالی بود دیگه، همه رو گفتن دیگه، انقدر خوب بودی، انقدر مسلط بودی، انقدر با نمک و دوست داشتنی بودی که من از ته دل بهت سفید دادم. این سفیده، این سفیده با سفیده دیگه فرق میکنه. آقای شکیبا، یه روزگاری می اومدن روی برنامه ها که سنت کمدی انگلیسی بود تو برنامه های تلویزیونی افکت خنده میذاشتن. چرا افکت خنده میذاشتن؟ برای اینکه خنده مصریه، یک مصریه، دو به من تماشاچی بگن اینجا اون جاییه که خنده باید باشه. توی یه برنامه ای مثل قند پهلو که موضوع شعر بود، مردم خیلی باهاش آشنا نبودند، به پیشنهاد خود من این کار انجام شد. گفتم چون واقعا شاید مردم ندونن این شوخیه، چون فاصله با شعر خیلی بیش از الان بود. توی اجراهای کمدی صحنه‌ای درست‌تر این هست که تماشاچی هدایت بشه به سمت خندیدن. یکی از کارهایی که همه دوستان پیش از تو انجام ندادند این بود که مردم رو به خندیدن هدایت کنن، اما تو امروز این کار کردی. چند تا از دوستان نشستند، این خنده مصری رو بین جمعیت پخش کردند. هیچ اشکالی هم نداره، این به معنی کم فروشی نیست، این به معنی صدا صادق نبودن نیست، این فقط کمک میکنه، یک کاتالیزوره، یه شتاب دهنده است، کمک میکنه که فاصله تو و کمدی که داری اجرا میکنی با من بیننده کمتر بشه. شاید یه روزی همه ماها در کشور انقدر آموختیم و انقدر آزموده شدیم که دیگه نیازی به این نباشه. این کمکت کرد. من هم از خودت تشکر میکنم به خاطر اجرای قوی و هم دوستانی که بهت کمک کردن. میخوام بازی کنی دوباره، بازی اینجوری که این کاغذ رو میکشی اون میفته همجوری تا تموم شد. سوالی نداری؟ پس خودتون معرفی کنید و بگین از کجا اومدی. ماهد جعفرآبادی یا از اونجایی که ایشون اومده؟ سالار حسینی شدم، از گرگان. آفرین، گرگانی. دو تا گرگانی در دو طرف بنده وجود دارم. آب بریم شروع کنیم. بفهم خواهش میکنم. بچه میخوام مسابقه بگیم. عالی شد. من بردم. آقا بالا وایس. یه دونه شو بکش. نه اصلا هیچ جوری. یه دونه شو بکش. در نمیاد. عیدتون مبارک. با یک بازی جذاب و هیجان انگیز دیگه در خدمت شما هستیم. دوستانی سبد رو سرشونه میشینن، یه دونه از توپا رو میذارن توی سبد. بلند میشن، دوباره میشینن توپ بعدی. انقدر این کارو میکنن تا یکی برنده شه. هر کی تعداد توپای بیشتری داشته باشه برنده است. آماده اید؟ میشموریم. 3 2 1. برو ببینم چی کار میکنم. یا همشهری هم قبول نه. من اینو برمیدارم. بچه ها ورزش کنن یه دونه.
برنده نظر برنده شدی بس کنید متشکرم شما برنده شدید به من بیرو بیرو توپ قرمز داری به باش شما هم برید خب امیدوارم سلامت باشین بهتون خوش بگذره یکی از نکاتی که تو زندگی خیلی ها پیش میاد اینه که خونه رو بازسازی میکنن یعنی تخریب میکنن زمین باقی مونده تبدیلش میکنن به یه خونه جدید نکته مهمی این وسط هست که بعضی وقتا جا میمونه خانم ها آقایان اگه میخواید بازسازی کنید اگه میخواید تخریب کنید علمک گاز و لوله کشی گاز رو باید شرکت گاز و آدمای متخصص جمع کنن باورتون نمیشه چقدر زمان کوتاهی لازمه برای اینکه گاز نشت کنه و یه اتفاق جبران ناپذیر بیفته خیلی نزدیکتر از اونی که فکر میکنیم اصلا یه کاری کنیم نزدیکش نشیم زنگ بزنه اداره گاز بنده متشکرم شب شما بخیر و شاعر عزیز داریم دوباره که شرکت کننده خیلی عزیزی هم هست شبای گذشته و قسمت‌های گذشته و مراحل قبل هم شعرهای زیاد ازش شنیدیم مناظره معمولا میخوند غیر از حالا دفعه آخری که داشتیمش و الان ببینیم چی برامون آماده داره محمد محمدی سلام علیکم سلام خب من با عزتون یه گزارش نیمه اول فوتبال دارم بازی ایران و کره و یه مناظره ویرایش شده سه تا مرده زنده باشید اول گزارش رو میدم سلام به بینندگان محترم قربون اون روی ماهتون برم اگر که حرف منو دارید قبول بریم به ورزشگاه شهر سئول بازی حساس ایران و کره استادیوم هم که میبینید پره حساسیت این بازی زیاده چشم اونا تنگ واسه ما گشاده داور بازی آقای فلانی از انتخابی جام جهانی توپ و سردار آزمون به آرومی میندازه تو عمق واسه تارومی مهدی تارومی رو پشت 18 میزننش داد میزنه اوه همونجا رو زمین میفته از درد تسو میگیره از داور کارت زرد حالا میبینید که میلاد سلک یواش یواش داره میشه تک به تک دوباره یه تکل خشن رو پاش زارت داور بازم اومد جلو با یه کارت نه خیر این بازی سرش درازه کره معلومه نمیخواد به بازه کاپیتانا بنا به حسب عادت نزدیک هم میشن برای صحبت جومونگ میگه علیرضا جهان بخش بازم جومونگ میشه توی ایران پخش علیرضا میگه کاپیتان تیم اینجا سئوله نه چوسان قدیم الان که آوردم اسم چوسانو باید بگم حیف بانو سوسانو بهتر برگردیم الان به بازی چون که قراره بازی رو ببازی یکم خطای تیمتو کمش کن بازیکنای وحشیتو جمعش کن اگر بازم باعث اتفاق شید جوری میزنیم که شما هم چلاق شید گمونم این مسئله هم شدش حل ضمن این که تموم شد نیمه اول بینندگان ضمن عرض ارادت میایم بعد یک رو به استراحت زنده باد متشکرم خب خیلی متشکرم خیلی آسون نیست اینطوری شعر گفتن آشنام تایید میکنه و البته شعر اولش هم محاوره ای بود حالا برای وزنش هم و به هر حال استفاده از کلمات محاوره ای توی وزن حتما به هر حال یه چجوری میگن ارفاقایی وجود داره آقا شهرام سفید خانم سفید و نظر شهاب هم که اینطور سفید شهاب جان شروع کن من دوست داشتم حقیقتش حالا تخصصیش که شهرام جان زحمتش میکشه ولی از اون جهت که زاویه نگاه نوعی داشت سوژهش به نظر من سوژه‌ای بود که کمتر بهش توجه شده بود یا کمتر میرن سر وقتش اگرم میرن اونجوری دیگه داخل خودش نبود خیلی ممنون خانم بفرم دوست داشتم من کاراتو اصلا دوست دارم شعراتو دوست دارم تو واقعا هنرمندی و میدونم که اسمت رو زیاد میشنویم ممنونم ازتون و خب سفیدم که دادن آقای خمسه و آقای شکیبا باقی موندن بفرمایید خواهش چشم آقای محمدی چون شعر روایی میگه اینو چندین بار گفتم
سختی های شعر روایی رو راجع به صحبت کردم، ولی در گفتم کلیات و جزئیات، هم تجزیهش خوبه هم ترکیبش. تو تجزیه هم ابیاتش تو شوخی های کوچیک کوچیک هم شیرین هست. یه نکته ای راجع به شعر آقای محمدی وجود داره، فکر میکنم که گاهی خیلی جدی نمیگیره شعر خودشو، یعنی ابیات گاهی به قول قدیمی ها شتر گربه در میاد، یعنی یکی خیلی بزرگه یکی خیلی کوچیکه، کنار هم قرار گرفتنشون. خودت که شاعری بهتر از همه میتونی ارزش گذاری کنی با. فکر میکنم یه خورده باید با دست بازتری خط بزنی که شعرت یه دست بشه. حیفه که یه بیت خیلی قوی کنار یه بیت متوسط یا گاهی ضعیف نشینه یه موقعی، و یه خورده هم باز باید تو موضوعات حالا گاهی خروجایی پیدا میشه از وزنی. یکی دو مورد دیدم توی شعر. خیلی ممنون جناب خمس. متشکرم، مرسی از این شعرهای قشنگی که برای برنامه ما سرودی و جذاب بوده. من شعرهای شما رو دوست دارم به دلیل اینکه راحت ارتباط برقرار میکنه، یک، دو اینکه دوربینت جای متفاوت از دیگران قرار میگیره. مثلا نمونهش همین شعر فوتبال، با اینکه شعر خیلی ساده است و محاوره است، ولی هرگز ندیدم، حداقل من ندیدم یا نشنیدم کسی از این منظر به فوتبال نگاه کرده باشه، یعنی از منظر شعر طنز به فوتبال نگاه کرده باشه و خوب و راحت و ساده هم سروده باشه. بله. به این لحاظ من هم رأیم سفید خواهم بود. 4 تا سفید. متشکر از محمد عزیز. میبینیم داخل برنامه. متشکر. بگو بخند و ادامه میدیم. شما هم نگاه کنید که نزدیک میشیم به قسمت های حساس بعد از اجرا که انشالله کامل شد. 4 اجرا داریم، بریم سراغ بعدی. به افتخار خودتون. دوستان سکوت و کسی ضبطه. مصطفی تو هم یه دست بزن شروع کن. خب دوستان، ما اومدیم با آیتم نظرات مردمی در خدمت شما هستیم. اولین نظر مردمیمون، آقای مصطفی صاحبی از مشهد نوشتن که من از بچگی دوست داشتم نظرم رو آقای مصطفی احمدی بخونن. خب اینجا دیگه بغض کرد و نتونسته نظرش رو ادامه بده. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ ای بابا کات. چه خبره اینجا این سر صداست؟ اصلا معلوم هست اینجا چه خبره؟ ما اینجا داریم ضبط میکنیم ها. بابا شما چه شورشو در آوردید دیگه؟ آقا مرتضی 2 دقیقه شما رو میسپاره به من. اصغر کو سعیدو چیکار کنه؟ نکنه آقا این دوربین خراب میشه. خوراکم دوربین خراب میره. روا و بچه‌ها اونور دارن پرفشار ضبط میکنن، اون وقت شما اینجا یه بک استیج رو به مسخره گرفتید. میدونم چیکارتون، الان میرم حراستو میارم. ببین اسممون رو بنویس تو بعدا مرتضی اومد بهش نشون بده. 4 تا ضربدارم برای اسمو بزن. تیلتته گرفتم الان. راب هم تیلتته گرفتم. برو بیرون. افتختیف. کوخ کلاخ. حالا من داشتم میگفتم اینا این هر دفعه اینا من آیتم نظر مردمی هر موقع میخوام اینا من اذیت کردم. وایسای گوش نکرده. اون بو بگی بالاتا، بگی بالاتا، بگی بالاتا، بالاتا، قشنگ بالاتا، دستت بالا، پاتم بالا، دستت پایین نهد، پاتم پایین نهد، با شما هستم، دست بالا، دستت بالا، دستت بالا، پاتم بالا، یه پاتم بالا، یه پاتم بالا، آی صاحبی بخواه. بالاخره با کلی مشقت با یه آیتم نظر مردمی دیگه در خدمت شما هستیم. یه فصل قبل ما یک کمپین یا پویش با هم دیگه شروع کردیم به نام انشا نویسی. اون کسایی که فکر میکردن میتونن یه انشا مثل انشاهای مدرسه حالا تو هر سن و سالی که هستن بنویسن و طنز باشه خنده دار باشه برای ما میفرستادن. هنوزم شما میتونید بفرستید، تعداد زیادیش هم الان رسیده که یکیشو میخوام براتون بخونم. در نتیجه شما میتونید با صفحه برنامه یعنی بگو بخند آنلاین تی وی در ارتباط باشید و بفرستید برای ما انشاهاتون رو. یکی از انشاها رو میخونم، مال دختر خانومه. سلام عمروا، امیدوارم خوب، خوش، خرم، شاد، مفرح، عالی و خنده‌دار باشی.
امورا و حالا که با تو صحبت میکنم برادرم بردیا رو بردم گذاشتم خانه همسایه تا بتوانم بگو بخم ببینم. از دست برادرم بردیا که مدام شبکه پویا میبیند نمیتوانیم هیچ چیز دیگر نگاه کنیم. شاید هیچ وقت هم نروم دنبالش، اما پدر مادرم میروند و میآورندش. امورا و لطفا تو تلویزیون به بردیا بگید دست به عروسک من نزنه، بیچاره عروسک هم همه جاش داغان شده. امورا و ما شما رو خیلی دوست داریم، مخصوصا جاهایی که زایه میشوید را خیلی دوست داریم، زیاد دوست داریم. بعدش هم که عاشق بگو بخندیم چون ما را میخنداند. به غیر از شما و بگو بخند عاشق ماکارونی با خیار شور هم هستیم، ولی مامانم نمیذاره زیاد به ماکارونی سس بزنیم، میگه براتون خوب نیست. لطفا شما تو برنامه‌تون بگید که سس برای بچه‌ها خیلی خوبه تا مامانم بذاره ما به ماکارونی سس زیاد بزنیم. من اصلا برنامه‌های یک شنبه‌تون رو دوست ندارم چون دوشنبه ها ریاضی داریم، باید کلی تمرین انجام بدیم و نمیتوانیم بگو بخم ببینیم. امو روا دوستم بهار از من خواست که اسمش رو در نامه بیاورم تا شما اسمش رو در برنامه بگویید، اما چون خود بهار اسم من را در انشایش نیاورد من هم اسمش را نمیاورم. امو روا قول بده تابستون هم باشید تا ما مدرسه‌مون تمام شه بتونیم ما هم بیایم بگو بخند و اونجا ببینیمتون. راستی نمیخواهد آنها را به بردیا بگویید چون او که اصلا شبکه پویا میبیند و شما را نمیبیند، فایده ندارد. ممنونم، خداحافظ. شماره پدرم را برای شما میگذارم، من شماره ندارم، شما به بابای من تک بزنید. با تشکر سارا از استان کهگیلویه و بهر احمد. سارا خانوم شما هم بفرستید برای ما توی صفحه برنامه، حتما بهتون میگن که چطور میتونید انشاءاتون رو بفرستید برای کمپین ادامه، در واقع کمپین انشاء بدید. متشکرم، نوروز مبارک، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و همونطوری که میبینید داورا رأی اعلام کردن. طبق قانون دو تا اجرا میرن مرحله بعد و فکر کنم خیلی حیفه چون شب سختی بود، همه سطحشون بالا بود. آقای مجید رحمانی صانع شاعر، محمد محمدی که بازم شاعر هستش و برامون شعر خوند، و سالار حسین نژاد که میبینید این چهره. خیلی ممنون. حالا ببینیم که از بین این بزرگوارا چه عزیزی رو داریم مرحله فینال فینالیستا و چه عزیزی همه مرحله خداحافظی میکنه. یکی از عزیزانی که علی رغم شایستگی توی این مرحله خداحافظی میکنه و به نظر من میومد که من اون اول حدس میزدم تا فینال بره تا آخرین مرحله، ولی متاسفانه دیگه تصمیم سختی بود ولی تصمیم بر این شد که نباشه، محمد محمدی شاعر. به افتخارش دست بود. خب من خیلی ممنونم از عوامل برنامه و عزیزان در سالن، داوران، آقا شما، آقا عبدالله، زنده باش. و حالا سوای این رقابت و اینا، ما با دوستان شاعر که اشرانش داشتیم اینجا دوستای جدید هم پیدا کردیم، از آقا سالار تا بچه های تئاتر گرفته. همین هم به هر حال چیزی بود که این سفره برداشتیم. لطف کردی، خیلی ممنون. ممنونم، خیلی خوشحالم که تا همین مرحله تونستم شعر رو برحال لطف کردی برسونم. متشکرم، به افتخارش دست بزنید. خب با اجازه، چون دیگه همینجا هم اگه اجازه بدید بعد از اعلام باید خداحافظی کنیم. آقا مجید عزیز و سالار، هر کدوم از شما بچه ها نباشید تو مرحله بعد واقعا من دلتنگیتون میشم چون خیلی هنرمندید و گل. بعد سالار خدا شاهده دیگه ببین این دفعه دیگه اون دفعه نیست، دو تا اسم اینجاست. مجید جان شما هم همینطور، بدم سالار بخونه یا بدم شما بخونی؟ کی آماده است؟ میگه بدین آقا مجید بخونه، نمیخوام تو بخون. سالار جان، برای اینکه تو امشب واقعا بهترین شبت هم بود، خب راستش هم بخوای اسمت اینجا نیست، تو اعلام کن که
نفر بعد کیه؟ ببین کاغذم هم آقای رحمانی. آقای رحمانی مرحله بعد. آقای رحمانی بفرمایید جمله‌ای داری؟ خیلی ممنون مخصوصاً از داوران عزیز که نذاشتن من امشب قش کنم چون واقعا بلد نیستم. خیلی ممنون. قربونت برم. ممنون. زنده باد. خوش اومدید. سالار یکی از محق‌ترینا بود بین کسایی که شانس زیادی داشت برای مرحله بعد، ولی دیدید رقبا خیلی رقبای سختی بودن. سالار خیلی دوست داشتنیه. توی مرحله قبلم خیلی وقتا میشد که در ناامیدی کامل برمیگشت، ولی خب این دفعه دیگه خودش لیست رو دید. قربونت برم. خیلی ازت ممنونم. اگه جمله‌ای دارین در خدمت. دم همه گرم که تا این موقع بودی، دم همتون گرم که خندید، دم هیئت داور و همه کسایی که کنار من بودن، منتورا، خانواده‌ام، خیلی عزیزن. یعنی آدمایی که گرگان منو تحمل میکنن به نظرم واقعا دمشون گرم، درجه یکن. دم رفیقان و دم امیدوارم تونسته باشم خندونده باشم دیگه. همین. قربونت برم. ممنونم. ممنون. زنده باد. خوش اومدی عزیزم. متشکرم. خیلی ممنون. حیف شد که سالار رفت. لحظات پایانی برنامه است و این عزیزانی که گفتیم میرن به فینال فینالیستا، اون عزیزانی هم که دیگه خداحافظی کردیم که تشریف بردن. فقط یه نکته باقی مونه که اینو شاید الان بگم بد نیست. تصمیم گرفتیم که یه مقدار فینالمونو هروپیمونتر اصطلاحاً از نظر شرکت کننده و به نوعی حاضرین در فینال برگزار کنیم. یکی دو تا از شرکت کننده هامون اضافه میشن به فینالیستا. یکیشون از بین شاعراست، از شاعرایی که شبای گذشته بودن و خیلی خیلی حیف شده که تا حالا حذف شده، بنابر اینه که تو فینال حاضر بشه به عنوان یکی دیگه از نماینده های شاعرا. من خواهش میکنم که منتور شعرمون تشریف بیاره آقای دکتر و اعلام کنه که ما کیو میخوایم داشته باشیم. به افتخار آقای سلامی عزیز. سلام و عرض ادب دارم خدمت داوران عزیز و محترم. چی باید بگم؟ تصمیم بر این شد که کدوم شاعر رو اضافه کنیم به بچه‌ها؟ با توجه به اجراهایی که بچه‌ها داشتن و توانمندی‌ها، جای همه‌شون خالیه، ولی نظر بر این شد که آقای احمد رفیعی رو داشته باشیم. بله بله. و مطمئناً از این فرصت به خوبی استفاده میکنه و قرار توی فینال بهتره کنه. امیدوارم. ممنونم. خود آقای سلامی هم که فصل گذشته یادتون میاد، ماشاءالله تا مراحل بالا بود. ازت متشکرم دکتر. خیلی ممنون. و یه نفر دیگه هم، یعنی یه اجرای دیگه هم در واقع باز میره کنار بقیه فینالیست ها در فینال فینالیست ها، و اونم نه دیگه، من خیلی دلم میخواست همونطوری که شما میگید سالار و حسین نجات باشه، ولی راستش سارا شونه. بگو بیاد سالار. بیا. ببین این بچه رو خونجیگر کردیم. واقعا مرض دارم نه؟ کاملا. سالار تو هم رفتی محله بعد، مبارکه. من اینجوری بودم گفت برو، من اینجوری شدم نگاش کردم گفتم یعنی یادت نیست چی؟ من میخواستم بذارید بیشتر اذیتش کنم. بعد از هر برنامه خدا شاهد ضربان قلبم میره بالا. به ولمان زنگ میزنه میگه سالار چی شد؟ میگم خدا شاهد تو اون دالو میرم آقای روا دوباره من برمیگرده. میگه سکته کنه چی؟ میگم نمیدونم فکر کنم میکنم آخر تو اون دالو من اینجوری افتادم. بابا نگو تو با این ماه فرفری باید خیابون ببندی. ماشاءالله سالار خیلی حیف بود اگه نمیرفت مرحله بعد. میدونم که دوست داشتید اجراشو. دمتون گرم. ممنونم سالار. خوش اومدید. بیا اینم ببر. خیلی متشکرم. فینالمون چه فینالی بشه. امیدوارم شما را هم ببینیم. خیلی از دوستان برای بار چندم میان. این خیلی افتخاره ها. چون سخته توی پشت صحنه برنامه بودم. معمولا کسایی که میان فراری میشن از بعضی از پشت صحنه ها، چون بهشون سخت میگذره. شما که چند بار دارید میاد، یعنی چقدر هم دوست دارید این برنامه رو، هم لطف دارید به ما و چقدر حتما خوبیم اینجا ما که ما فقط برای شما میایم. آی ربا ای جان بندوش. متشکرم. از همه تو ممنونم. بابا رو ببوسید از طرف من. زنده باد. متشکرم.